درس پوریم راست چه بخواید دور از درس ما نیست. چیزی که باعث شد که پوریم به یک معجزه تبدیل بشه به خاطر زریزوتی بود که داشتم. همینطورم پسخ. و ما میدونیم الان تقریبا یه چند ماهی تو همین بحث زریزوت ما موندیم. یعنی لازم بود که واقعا زریزوت رو با زریزوت بگذاریم ولی نگذشتیم. ولی خدا رو شکر میبینیم که روز به روز داره این زریزوت در زندگی ما بیشتر جا خودشو باز میکنه. و یکی از سوالاتی که میشه چه موقعی مردخای به استر خبر داد که هامان همچین هیله‌ای داره؟ ماه نیسان بود، آدینه پسح. چه موقعی هامان میخواست که این نقششو عملی بکنه؟ 13 آدار، 11 ماه بعدش. ولی دیدیم که استر مردخای تا باخبر شدن همون موقع دست به کار شدن. گفتم بیاد تنید بگیریم، بیایم پلاس بپوشیم، بیاد تشوبا بکنیم. با اینکه میدونستن که شب موعد همه کار دارن، شب پسخ شو میخوان شادی بکنن، نگفتن که بذار حالا بعد از موعد، بذار حالا وسط تابستون، بذار بمد خدا یه به وکیلی کسی گیر بیاریم. گفتن همین الان من باید قدمی بردارم. همون الان تنید گرفتن، همون موقع جشن و میشته رو استر انجام داد، همون موقع به دیدار پادشاه رفت. چرا؟ چون اگر از همون موتیویشن، از همون احساس انگیزه زریزوتی که پیش اومده که الان میخوام یک کاری بکنم استفاده نکردن، معلوم نبود که تکلیف اسرائیل ها 11 ماه دیگه در ماه آدار چی میبود. همین دلیل داره پوریم به ما یاد میده که تا احساس خطر میکنی دست به کار شو، پشت گوش ننداز، تنبلی نکن. چون متاسفانه اتسلوت یعنی تنبلی میتونه خیلی از درهای موفقیت رو انسان ببنده. با آدم رو اتسلوت یعنی تنبلی، لیزینس، میتونه آدم درهای موفقیت رو انسان ببنده و آدم رو تنبلی اتلود به بیراهه ببره و همونجا ولش کنه، بگه دیگه بقیهشو خود برو. اه تو منو تا اینجا آوردی بیراهه، رفیق نیمه راهه تنبلی. پس کسی که فکر میکنه تنبلی بهترین سپر بلاست، از هر نوع سختی میتونه خودشو نجات بده، اتفاقا برعکس داره برای خودش توسط تنبلی سختی پدید میاره و خودش هم متوجه نیست. اما با این که فکر میکنه زریزود، سعی و تلاش و سرعت عمل تو زندگی، تحرک داره براش سختی به بار میاره، اتفاقا میبینه که تناب نجاته. بعد از این که این سعی و تلاش رو کرد، بعد از این که زریزوتش رو به خرج داد، اون موقع است که به عقب نگاه میکنه، به 5 سال قبل، به 1 ماه قبل، میبینه چقدر کار خوبی کرد که اون موقع به موقع عمل کرد، زریزوت داشت، تنبلی نکرد. ادامه میدیم بحث رو، پرک شیشی فصل شیشم، که با امید خدا یه روزی با امید خدا اینم رو براخا میکنیم. وهینه انخنو رویم به اینینو کما و کما پامیم شکوال لیبو شل آدم یودی حواتو منیت امت اسلوم مش راویلو لحت سالت نفشو و مش حوالا میسد برعو و فلپیکن ینیحهو. میگه بارها ما به چشم خودمون میبینیم
که انسان بالاخره عقلش میرسه، میبینه که واقعا تو زندگی وظیفش چیه، تو خانواده، تو جامعه، تو دنیا نسبت به دیگران، نسبت به خودش، نسبت به خداوند وظیفش چیه. با اینکه میدونه ولی هنوز یعنی حو پشت گوش میندازه، تنبلی به خرج میده، کوتاهی میکنه، کمکاری میکنه، با اینکه میدونه که اگر خودش این سطح آشغالی رو بیرون نذاره کسی نیست که بگذاره، پشه و سوسک و موش و اینا میاد. هنوز میگه بعدن هم میشه و همین حالت کوتاهیش متاسفانه برای خودش کار بیشتری جور میکنه. یعنی میاد با تنبلی کار خودش رو کم بکنه، تازه کار رو کار اضافه میکنه. به خیال خودش ماهی ها هر موقع از آب بگیرن تازه است، هم تازه است هم مرده است، ولی قیمتش فرق داره، اینکه چه موقعی این ماهی رو گرفته. بله آدم هر کار یا هر موقعی که بخواد میتونه انجام بده، اما به چه قیمتی. در نتیجه میگه راستشو بخواید تنها شرابی که عقل انسان رو مست میکنه که فکر آیندهش نباشه تنبلیه، که کار امروز رو به فردا میندازه. و اگه یادتون باشه جلسات قبل توی یکی از جلسات گفتیم معمولا کسی که کار امروز رو به فردا میندازه کار فردا هم رو به امروز میندازه. یعنی این که از یه طرف خیلی تنبله، از یه طرف هم خیلی بی صبر و تحمله، نمیتونه صبر کنه تا فردا، عجوله، میخواد همون کار فردا رو به الان بندازه، میخواد هر چه زودتر یه موضوعی یا هر حرفی یا کاری زودی پیش بیاد، زودی نتیجه بده. پس میگه کسی که واقعا زاریزه میدونه که کل دوار به ایتومت و هر چیزی به موقع خودش نیکوه و میاد قدمی که باید رو به موقع برمیداره، برای قدم به موقع فردا هم صبر و تحمل به خرج میده. روز از نو، روزی از نو، و قبول داره که هر روز برای خودش یک برگی از زندگیشه و همش بسته به اینه که با چه مداد و رنگی اون رو آبیاری میکنه، رنگ آمیزی میکنه. پس بازشو بخوای با تنبلی داره حراب مثلت اشاره به ما یاد میده. ما با تنبلی چیزی رو انکار نمی کنیم که بگیم نه من قبول ندارم که این کار الان نباید انجام بشه. طرف قبول داره که باید این کار الان انجام بشه، ولی میگه بعدن هم میشه، به تعویق میندازه، دیلی میکنه. مصمم میگه بارها انسان خودش دقیقا میدونه که چه کاری باید انجام بشه و وظیفش چیه، ولی یعنی هنوز دانسته و با آگاهی کامل اون رو به عقب میندازه. و اگه یادتون باشه باز در جلسات قبلی گفتیم چون ما از میانبر شورتکات، از کمکاری فکر میکنیم زرنگیه که بیا نه رفتم و نه زنگ زدم و نه چیز، آخرش خودش اومد، آخرش خودش شد. فکر میکنیم یه نوع زرنگیه کسی که تنبلی میکنه. We are smart. چرا پاشم برم
بعدن هم همه چیزو میخواد ریموتلی بدون با کنترل راه دور با ریموت انجام بده، حاضر به هیچ نوع سعی و تلاش نیست. به همین دلیل میگه راست شبه خواهد تنبلی نادانی نیست که طرف نمیدونست وظیفش چیه. لوم حسرون حوانت حوارت حوا هی ولوم میشون تعم اخر، به خاطر نادانی و ناآگاهی نیست. و همونطور که گفتیم شلما همملخ میگه اتفاقا عاقلترین افراد آدم های تنبل هستن که سعی میکنن از راه های بی راه و شورتکارت و میون بر هی بخوام به نتیجه برسن، نه با راه صحیح، نه با تلاش. واسه همه انقدر عقله رو کار میاندازن که بدون زحمت بدون حرکت برکت به دست بیارن. البته امروزه اونایی هم که کارشون از نظر قانونی و درست پیش نمیره دنبال اونایی میگردن که راه و چارشو بلدن، چجوری غیر قانونی کاری رو درست میکنن. میگه نتیجه، میگه انسان آگاهی و داناییش با تنبلی سر جاشه، کم عقل نمیشه. آدم تنبل کم عقل نیست. پس چیه؟ الا میپنش که بدوت اصلا میتگبرد علاو، چون این کوه تنبلی انقدر روش سنگینی میکنه که کنترل حرکت رو، کنترل تصمیم رو، کنترل اراده رو ازش میگیره. مثل اینکه داره تو یک مردابی راه میره، اگر نجنبه مرداب اون رو بلیده. اگر آدم نجنبه خودش از تنبلی نجات نده، تنبلی اون رو بلیده. چرا؟ چون هارا بخافز خیم میگه ما از چهار عنصر تشکیل شدیم، آب و باد و خاک و آتش، مایم روح اش آدم ها. اگه به یه انسان شما نگاه بکنی کدوم از این عنصرها رو شما درش میبینی؟ عنصر آتش، عنصر آب، عنصر باد، کدوم رو بیشتر درش میبینی؟ عنصر خاک آدم در طرف میبینه، استخون، پوست، جسم. با اینکه یک چهارم عنصر انسان خاکه، با اینکه 75% بدن آبه، با اینکه تمام دیگر عنصر هم از خودشون در بدن ما اثری دارن، ولی انقدر عنصر خاک آدما در ما نمایانه که سنگینی ما، وزن ما، تنبلی ما کاملا هویداست. It's clear. It's obvious. به همین دلیل میگه بی دلیل ما جاذبه زمین نداریم. جاذبه زمین gravity درسته که همه چیز رو سر جای خودش وای میسونه، یا هر چیزی که بالا بندازید پایین میاد. همینطور هم در انسان یه gravity، یه جاذبه تنبلی است که همیشه میخواد آدمو یه جا نگه داره، نمیخواد به انسان پیشرفت بده، قدرت بالا روی بده، الیویشن بده، اپلیفتینگ بده. میخواد همیشه یه جا آدم رو نگه داره. پس این چیزی که توی میشله میگه که خوندیم تو پاسو، میگه فلسفه شخص تنبل چیه؟ اوخل کیم آم او ایشان کیم آن، که میگه فعلا بذار یه ذره بخوابم، فعلا بذار یه ذره بنوشم، بذار یک ذره
استراحت کنم، فعلا بذاری ذره خستگی در کنم. تماما صرفا برای خودمون یک برنامه داریم که چطور از راحتیمون دفاع بکنیم، حفاظت بکنیم. مبادا باری رو خودمون سنگین بکنیم. تا آسانسور هست چرا آدم بخواد از پله استفاده بکنه؟ بعضی موقع که مثلا تو ادارات یا بیمارستان اینا بنده میرم میبینم یه عده‌ای مثلا وایسادن دم آسانسور، آسانسور اول میاد داره میره پایین، اینا خب سوار نمیشن. آسانسور دوم میاد داره میره پایین، اینا سوار نمیشن. خلاص معطل ایستاده تا اینکه آسانسور میاد. مثلا من میخوام برم طبقه چهارم، یه بار میبینم اینا طبقه دوم، این همه وایسادن که فقط برای یه طبقه بیان بالا. با اینکه این همه معطلی رو میتونستم با دو تا پله بیان بالا. این که ما حاضریم یک جا معطل بشیم، صبر بکنیم، اما از خودمون یک حرکت انجام ندیم. به همین دلیل تنبلی با گذشت زمان هیچ آزارش نمیده. حالا وقتم بگذر، حالا دیرم بشه، حالا دیگه موقعشم بگذره، اصلا ابدا گذشت زمان اشخاص تنبل رو آزار نمیده. در حالی که افراد زاریز، اونایی که چست و چالاک، اونایی که اکتیو فعال با تحرک هستن، اتفاقا گذشت زمانه که بیشتر آزارشون میده. که از این یک دقیقه یا از این یک ساعتی که گذشت من امروز چیکار کردم؟ بمدل میگه شخص تنبل دنبال یه ذره سرگرمی و مشغولیت میگرده که حوصله‌اش سر نره، که به کار اصلی نرسه. اخل که ما حالا یه ذره بذار فلان یه سنک باز کنم بخورم، حالا بذار یه لمی بدم، حالا بذار ببینم تکس برام چی کردن، حالا بذار همین جوری هی میگذره کارهای فرعی که از کار اصلی چیه کاملا دیگه باز میمونه. به حدی که کاشه آلای حتی برای سخت میشه، لاتزد میبیتی، میگه سخته برام از خونه بیام بیرون، دیگه بذار فردا. تازه ساعت 12 ظهر، یا عالمه از روز مونده. نه دیگه، روز گذشت دیگه، ظهر دیگه، تا من بخوام بیام بیرون و برگردم و اینا دیگه میشه عصر و عصرم دیگه اینا و بعدشم دیگه شب. ما میایم همه چیزو دلیل به خرج میدیم. پاشاتید کتانتی اخا الباشن، که شخص تو شیراشیریم میگه که یه بار یک عاشق میاد در معشوقش رو میزنه. شب بوده، میگه پیتحلی احاتی رایاتی یوناتی تماتی، چقدر از معشوقش تعریف میکنه، بیا در باز کن. اینم که دیگه لباس خواب پوشیده بود داشتی میرفته به خوابه، میگه پاشتیت کتانتی اخا الواشنا، دیگه من کندم لباسمو چجوری با زهره بپوشم؟ اینم میبینه نه سرده، نمیتونه بیرون در وایسه، یه سنگ میگیره میزنه به پنجره و میره. اینم میبینه که بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه صدای دیگه نمیاد، باز پنجره نگاه میکنه کسی نیست، میاد پایین در باز میکنه با همون لباس خوابش که تا حالا بهانش بود، میبینه کسی نیست، عاشقش گذشته رفته، میاد تو خیابونها و میگه اگر عاشق منو دیدید بهش بگید حلت احوانی، من مریض عشقشم. آرابلیه زبن داوید میگه این چه مریض عشقی که تا 10 دقیقه پیش نمیخواست در رو عاشقش باز بکنه. از همین دلیل تو زهرکادش میگه
نه که حلت احوانی مریض عشقشم، احوا شلی حلا عشق مریضه، که نمیدونم در چه موقعی کیو دوست داشته باشم، رخت خوابه رو، راحتیه رو، یا زن و بچه شوهرمو. احوا شلی حلا، سر چی دعوا بکنم؟ سر موضوعهای پیش پا افتاده و رنگ پرده یا موضوعهای اصلی زندگی؟ که احترام همسرم یا شوهرم یا بچه‌هام و اطرافیانم رو پایین بیارم سر یه موضوعی که ارزش نداره، یا نه سر موضوعهای پوچ با اونا قهر بکنم و الی آخر. احوا شلی حلا، عشق مریضه که نمیدونم واقعا دوستی حقیقی چیه. بهمدل میگه شخص تنبل کاملا همون سخنرانی دو ماه پیش که داشتیم، به جایی که تو زندگی برنامه داشته باشه فقط بهانه داره، فقط excuses. و راست شو بخواید بعضی هاشم راست میگه، بعضی هاشم حق داره و از همین حالت استفاده میکنه. تو اول شروع کردی، تو هم کوتاهی کردی، تو هم زنگ نزدی، تو هم نیومدی، تو هم این. و راست هم میگه آره ما نیومدیم، دنبال اصلا منتظره که دیگری یک کوتاهی بکنه تا اینم کوتاهیشو مقابله به مثل جبران بکنه، بگه خب نیومدی، خب منم نیومدم، من گفتم حتما تو اول میای، تو اول باید بیای، پدر مادر خودت، تو اول خوب زن میومدی، نیومدی به من چه؟ منم هنوز حاضر نیستم، منم بعد حاضر میشم. اگه میخواستی فامیلای خودتم، تو خوب زودتر میومدی خونه. ببینه آره راست میگه، فامیلا خودشن امشب دعوت دارن، خوب بودی اول زودتر میومد خونه. That's it. در کمین بهانه که تنبلی و یا کمکاری و کوتاهی خودشو نشون بده. به همین دلیل میگه هما، میگه حمام عذاب عالم، هوا گرمه، حکارا ربا سرده، او هگشامی یا داره بارون میاد، مثل امروز دیروز برف اومده، با اینکه برف آب شده ولی دیروز برف اومده. و خور شهر امتلاعات حتی آنات، و میگه انواع اقسام بهانه ها و جاستیفیکیشن ها، توجیه ها رو آدم میتونه از اشخاص تنبل ببینه، بعضیاش خنده دار، بعضیاش گریه دار. واقعا اینو کرده بهانه. پی حدسلیم ماله مهم، که میگه دهان اشخاص تنبل پر از اونهاست. او بین کاخ و بین کاخ حتارم منحه، و در همین هین و بین که این داره هی چونه اینو میزنه، چونه اونو میزنه، بهانه اینو میگیره، بهانه اونو میگیره، و هی داره بهانه تراشی میکنه و هی داره وقت تلف میکنه، کاره همینجوری گذاشته. نه کسی به توراهه، به میسواه، به قدوسیته، به پاکیه میرسه، همینجوری زندگیه معلق هنگینگ بدون هیچ بلنسی همینجوری هست. و عبودام موتلت، و کارم دیگه باطل، و آدم عزب ات برعو، به حدی که در نهایت هم خودش همه رو ترک میکنه و هم همه اونو ترک میکنن، بعدی که در نهایت حتی از خدا هم دور میشه. هو مرشی شلو ملخ شلو ما عمر با اصل تایم یه مخ هم مکاره و با شیفلو دادایم یه دلوف هبایید. میگه همینجوری دست رو دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن و تنبلی به خرج دادن، همون آنه که سخت چکش بیشتر بشه و یک باره ویران بشه. چون موقعی که باید از همون اول رسیدگی نمی کنه. میتونه سقف زندگیش باشه، میتونه دیواره های خانوادهش باشه که از هم میپاشن اگر شخص به موقع عمل نکنه و بخواد هی عقب بندازه بهانه گیری بکنه.
ואולם אם תשאל את פי האצל יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החמים בראש שם בחי. אגר בא חוד שחס תמבלם שמע יה מסاهبه داشته باشید صحبتی بکنید بپرسید آخه فکر نمیکنه این راه داشته باز تا کی میخواید ادامه بدید. از تمام سورس ها و حتی پاسوق های تورا و گفته حخامین براتون دلیل میاره. اینقدر موجه صحبت میکنه، ولید صحبت میکنه و هم میکراود من کتوبین و حتی آنود من سخه اشر کلام یورولو. با اون حالت منفی و اشتباهی که از گفته های حخامین یا علما یا دکترا یا پزشکان برداشت میکنه، فقط میخواد برای خودش یه راه فراری پدید بیاره، نه یک پله‌ای که ازش بالا بره. لفی دعتو هم مشوبشت، تماما بر طبق دیدگاه و پرسپکتیو اشتباهش، مشوبشت قاطی پاتیش. لحاکل علاو که به راحتی و آسونی بتونه لحنیحا به منوحد اصلوتو که در این قار تنبلیش هنوز باقی بمونه. مبادا کسی اون رو از قار تنبلیش بخواد بیرون بکشه. هزاران دلیل میاره که هنوز تو همون تک جا زدنش و قار تنبلیش چیه باقی بمونه. و هو اینن و رائش این حتی آناد هایم و تعمیم هایم نولدیم لون میپنه شکل دعتو و متوجه نیست که تمام این برداشت ها و نتیجه گیری هاش فقط و فقط از روی دیدگاه اشتباهشه. معمولا شما بهترین غذای خوشمزم به کسی که زکام داره سرما خورده بدین آیا مزهشو حس میکنه؟ اشکال از خودشه، ولی اشکال رو از غذا میبینه که این مزه نداره، نمکش کمه، خودش سرما خورده واسه همین بوی مزه غذا رو نمیفهمه. همینطور هم شخص تنبل خودش اشکال داره اما اشکال از دیگران میبینه. الا میمکار اتسلوتو هم نوعین و تنها همش به خاطر تنبلیشه. اشر بیهیوتاهی گوورت بو، چون انقدر این ویروس تنبلی درش پخش شده، را رفتنش از روی تنبلیه، فکر کردنش از روی تنبلیه، برداشتش از روی تنبلیه، حتی شنواییش و بیناییش، حتی خواب و خوراکش، همش، حتی بهداشت و حمامش، همش از روی تنبلیه. انقدر این ویروس در تمام زندگیش و بدنش پخش شده. مته دعتو و سیخلو الهتعانات هایله، انقدر خودشو تنهایی تو دیدگاه ها و برداشت های اشتباه قوتور میکنه که نمیتونه نور حقیقت رو متوجه بشه. هی بیشتر و بیشتر در تونل تاریک قار تنبلیش میره جلوتر، فقط و فقط به تاریکی برمیخوره، یک ذره نورم تو راهش پیدا نمیشه. واسه همین فکر میکنه که دنیا تاریکه، نمیدونه که دنیای خورشیدی داره، نوری داره. چون تو چارچوب زندان فکری خودشه، قار فکری خودش، قار تنبلیشه، همه چیز رو به طور منفی نگاه میکنه. همه دشمنشن، همه بدشن، همه باش بدن، همه بهش بدی کردن، این از همه طلبکاره، این از همه بهتره، حقشو خوردن و الی آخر. مته دعتو و سیخلو لطعانات هایله و روز به روزم بدتر میشه، هی پایین تر میره، هی قرق میشه. اشلویش مل قلح حامین و انشه ادعا نوانا، که حاضر نیست حتی با یه نفر سلام مصلحت بکنه یا یه نفر نصیحت کسی رو قبول بکنه. اینقدر خود رأی و خود کفا میشه
هم به خودش نصیحت میده و هم از خودش نصیحت میگیره. از تولید به مصرف خودش میبره و میدوزه و تن میکنه. هما ششلما صبح و عمر، این چیزی که شلما همله توی میشله فریاد میزنه و میگه هم اصل به اناو، آدم تنبل در نظر خودش عاقلتر از مشیوه تاهم، از هفتا راو و ربای و دکتر و مهندس هم خودشو عاقلتر میدونه. اینا یا یا ما هم اصل به اناو مشیوام مشیوه تام. واسه همین شما نمیتونی باش بحث بکنی، نمیتونی براش پروف یا هیچ نوع اثبات بیاریم. معمولا مثالی که حقام میارن مثل یخچال و فریزر، یعنی اینکه درسته بالاخره هر چیزی تو زندگی یه ذره لازمه، یه ذره هم بعضی موقع تنبلی لازمه، یه ذره هم زریزود تو زندگی لازمه، هر چیزی تو زندگی بالاخره یک ذرهش لازمه. ولی چیزی که شما غذایی که امروز میخوای مصرف کنی رو میذارین تو یخچال یا میذارین تو فریزر؟ تو یخچال. غذایی که یه ماه دیگه میخوای مصرف کنین رو میذارین تو یخچال یا تو فریزر؟ برابر. تنبلی هم بعض موقع is good که آدم قصه فردا رو نخوره، بذاره هر یه ماه دیگه اگه قرار چیزی موضوعی اون موقع، ولی الان ببینه میتونه امروز غذای امروزش چیه که تو بذاره تو یخچال تراوتش رو حفظ بکنه بخواد ازش مصرف کنه. راه حل امروز من چیه؟ اولا آسون نیست، آسون نیست، ولی بالاخره یه موقعی بعد این گوشت یخ زده رو از فریزر رو برد بیرون که در حالت عادی ذره یخش چی بشه؟ باز بشه. اگر نه بعد بزنن روی آتیش تا یخش باز بشه، اون موقع است که دیگه براش امکان داره دردآور باشه که یک باره بخواد تغییر حالت بده. بعضی موقع تغییر محیط، تغییر محیط. همه ما داریم، همه ما از خودمون، از خانوادهمون، از کازینامون، از هر کسی بگید بالاخره بچه ما هست. این موضوع تا هر خانواده ای هست. براو. معمولا بچه های کوچیک غذا خوردن و راه رفتن بلد نیستن، ولی پدر مادر سعی میکنن که بهشون یاد بدن. همینطورم این که شخصی بتونه از بیماری تنبلی نجات یابه و سلامت یابه احتیاج به کمک دیگران داره. باید یک جوری عصای دستشون بشیم که اینها یک ذره بخوان رو پای خودشون وایسن و اینقدر تنبلی به خرج ندن و از همه توقع داشته باشن. باید یک جوری بار مسئولیت رو خودشون گذاشت که موقعی که گوشه سقفه یه ذره چکه کرد یا خراب شد دیگه حس بکنن که اگر خودشون نجنبن با این سقفه آسمون زمین میرسه. ولی خب اگه دیر شده باشه چی؟ هنوزم برای هر قدم زندگی آدم میتونه تنبلی رو از خودش دور بکنه. گفتیم جلسات اول هر کسی تو یه موضوعی تنبلی داره، بعضی تو بهداشت تنبلی دارن، بعضی تو درس خوندن تنبلی دارن، بعضی تو ورزش تنبلی دارن، بعضی تو کار خونه تنبلی دارن، ولی توی کار بیرون فعالن. هر کسی تو یک زمینه تنبلی داره، همه تو هر زمینه تنبلی ندارن و در واقع
همه ما همطور که گفتم عنصر خاک، عنصر آدما در ما هست. همه ما این موضوع رو شب و روز باش سرکار داریم. این نیست که چون من توی کاری زاریز هستم پس تو بقیه کارم هم هستم. نه. بعض موقع طرف پول موتیویتشون میکنه، بعض موقع افراد احساس و تشویق موتیویتشون میکنه، بعضیا خودنمایی و شواف موتیویتشون میکنه که تحرکی به خرج بدن. هر کسی یک چیزی موتیویتش میکنه. بعد دید که اون چیزی که یه ذره یخ اینو باز میکنه یا یخ ما رو باز میکنه تو مورد چیه که ما رو موتیویت میکنه. خب یک عمر میتونه زحمت باشه ولی هنوز میتونه نتیجه بخش باشه. پس هاراب اینجا میگه فکر نکن آدم تنبل با یه آدم نادان طرفی که با یکی دو بار صحبت کردن میخوای ادبش بکنی. عاقل‌تر از همه ماست. کی ها اصلا اننا ها اصلا منحد یا منحد لوش یه افیل و حاش رو دیبره هم مخخیماتو. میگه چون تنبلی انقدر جلو چشم و گوش و حلق و بینیش رو گرفته که اجازه نمیده بطا برای یک ثانیه هم بگه راستین چی گفت؟ بذار بخواد مروری بکنه، فکر بکنه رو حرفی که ما بهش زدیم. میگه بعدم با صحبت حالا اگر راست میگه برو به فلانی بگو، اگر راست میگه به این بگو، اگر راست میگه خودت بکن. هی پاس میدن به دیگران مبادا خودشون مسئول گوش شدن، گوش کردن یا نصیحت بشن. الا یحشب هکل تاین آدم تنبل اتفاقا میگه تو داری اشتباه میکنی. همه رو اتفاقا اون اشتباه استنباط میکنه، برداشت کنه که شما همتون تو اشتباه هستید. تو اومدن به من میگی و شدیم میگه شما حالتون نیست. آره منم بیام مثل تو برم شب تا صبح، صبح تا شب زحمت بکشم فلان بسار اینا، من که مثل تو نیستم. اتفاقا میاد ما رو بدبخت و بیچاره و کم عقل و بی ارزه سرزنشم میکنه. به هول بدو آخام، شما همه تون به من حسودیتون میشه که من اینقدر عاقلم، اینقدر با کم کاری میتونم به این نتیجه های بالا برسم. همه تون شما بند کردید به من چون خودتون سختتون این کاری که میکنید، هی میخواید منم رو آلوده بکنید. نه، تا این حد میتونه شخص تنبل برداشت به نصیحت و دلسوزی دیگران تا این حد اشتباه باشه. همین دلیل رمحل میگه ببین، تو پرانتز یعنی داره اینو به ما میگه رمحل، یعنی جواب من و شما هم میشه. الان میگه ببین کاری به تنبلی دیگران نداشته باش. راست میگی، گر طبیب بودی سر خود طبیب میکرد. تو به کار تنبلی خودت داشته باش. تو زریزود تا بیشتر کن، تنبلی تو کمتر کن. تو که میبینی تنبلی چقدر بده ازش دوری کن. سعی کن برنامه ریزی اسکجول تحرکت، سرعت عملت تو زندگی به موقع باشه. بالاخره اونم راست شو بخوای راست میگه. هر کسی زندگی خودشو داره، تو اگه راست میگه به زندگی خودت برس. اگر میبینی کسی رو نمیتونی با خودت نجات بدی، حداقل خودتو با اون غرق نکن، خودتو نجات بده. اعصاب خودتو خرد نکن، خودتو بد اخلاق نکن، خودتو بی احترام نکن، دیگنیتی تو از دست نده. حداقل نمیتونی رو اون تأثیر بگذاری، حداقل تأثیر خودتو فراموش نکن. بوده بارها طرف به عنوان اینکه خواسته دیگری رو نجات بده خودش غرق شده، خودش پاش لیز خورده، به بددهنی اومده، به بی‌حرمتی اومده، به انتقام اومده، به عصبانیت اومده،
به خشونت اومده، به خیانت اومده، صرفاً به خاطر که میخواسته نشونش بدم، ادبش کنم. تا این باشه این حرفا رو نزن، تا این کار نکنه، تو که بدتر از اون کردی که. پس از اتسلوت یعنی از تنبلی یک بیماریه که احتیاج به یک متخصص پروفشنال داره. ما به عنوان پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، همسایه، همکلاسی صرفا به خاطر اینکه دلمون میسوزه نمیتونیم بخوایم اون رو آگاه کنیم یا بیدار کنیم یا نجات بدیم. نداریم، نه تجربه شو داریم، نه وسیله شو داریم. و من مطمئنم من و شما، خود بنده با شما، تا قبل از اینکه ما رمپر تو این چندین ماه این همه در مورد زریزوت و اصلوت اگه نشنده بودیم، اونا که نشنده بودن، ما هم اینقدر اطلاعات نداشتیم. الان یه ذره آره اطلاعاتمون بیشتر شده که سمتم، علائم، کیور یا تمام ریشه تنبلی چیه یا زریزوت چیه. پس ما راست شو بخوای بعضی موقع هم یه ذره از دیوار کوتاه استفاده میکنیم، حوصله خودمون رو نداریم که رو خودمون کار بکنیم، میخوایم رو دیگری کار بکنیم، چون صرفا پدریم، مادریم، مادر بزرگیم، خواهریم، پدر بزرگیم، برادر بزرگیم، کارفرما، صاحب، معلمیم، نه نسسلی ربای هستیم. فکر میکنیم آه چون من ربای هستم پس من باید به همه تذکر بدم، همه رو درست بکنم، همه اشتباهات دیگران رو بگم، خودم چی؟ بعد به عزت هشم هفته آینده شوشن پوریم، حد سعی کنید به عزت هشم با زریزوتتون به موقع به خوبی سودای پوریم رو روز قبلش خاتمه بدید که مستیتون بپره، که چهارشنبه که میاد سر کلاس به خوبی حواستون باشه که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. ما آخرش نپرسید آیا لیلی مرد بود یا البته امروزه سه تا جواب به این هست که آیا لیلی چی بود، ولی اون موقع دو تا جواب بود. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.